سپاس از همکار خوب محفظ جان امیری. موفق باشم. مهمان گرامی داریم برنامه صبح زندگی. ما را همراه باشین. میگن قالینای سرخ و سفید برای یار برگ بید. یک شعر بود. حالا میپرسیم از مهمان گرامی ما که شعر کی سروده بود و یکی از آوازخوانای خوب ما ایرم در قالب یک آهنگ اجرا کرده بود. الحاج نور احمد نوری رئیس اتحادیه مولودین و صادرکنندگان قالین افغانستان با ما هست با قالینای دستبافت افغانستان و قالینای سرخ و سفید. سلام نوری صاحب، صبح بخیر، خوش آمدید به برنامه صبح زندگی. بر شما هم سلام و به همکارایتان و به بینندگان محترمتان بر شما کل شان سلام باشه. صبح شما هم بخیر باشه. همچنان سلامت باشین. سلامت باشین. از اینکه لطف کردین دعوت ما را پذیرفتین و با قالینای دستباف که نمایندگی میکنه از افغانستان مقبول و زیبا، میشه بگین که بهترین قالینا از کدام ولایت زیبای افغانستان است و وضعیت صادر قالین از چی قرار است؟ تشکر، سلامت باشین. بهترین قالینا خو در مرچاق، ولسوالی مرچاق، به اونجا بازدن در شیرین تگاب به کالیتی، یعنی که به کیفیت 70-70 در اونجا بافته میشه، بسیار ظریف است. و بیشترین قالین در افغانستان در ولایت های سمت شمال، البته جوزجان، فاریاب، بلخ، در این ولایت ها بافته میشه. آل فعلا در 18 ولایت افغانستان بافته میشه فعلا، و ما انشاءالله برنامه‌ش داریم و تلاش داریم که این قالین بافی را، فرهنگ قالین بافی را به 34 ولایت افغانستان افزایش بدهیم. و صادرات قالین افغانستان نسبت به سال 1400، البته یک گروه بشان گذشته، در یک گروه ما شاهد افزایش 5-8% بودیم که انشاءالله ما صادرات خوبی داشتیم. بله، بسیار خوب. خیلی ها زیاد نگران بودن و میگفتن که قالینای دست بافت افغانستان زمانی که صادر میشه به پاکستان و از طریق پاکستان به کشورهای اروپا، آمریکا و سایر کشورهای دیگه که صادر میشه به نام پاکستان بوده. چقدر رد میکنین، چقدر میپذیرین؟ آیا این واقعیت ها بوده یا هست؟ بله، فعلا هم بیشترین صادرات ما از مسیر و از طریق پاکستان صادر میشه. وقتی که ما یک جنس خود که ما از خود مسیری نداشته باشیم، یعنی که صادرات از خود افغانستان نشوه، ما فعلا تقریبا 12% صادرات از طریق خود افغانستان، البته از طریق زمینی انجام میتیم و یک کم مقدارش از طریق پروازها، یعنی که از طریق ترانزیت دبی و سایر نقاط جهان صادر میکنیم، ولی برای ما بسنده نیست. از همین خاطر تقریبا 90 و کمتر از 90% ما از طریق پاکستان انجام میشه. ما مسیر دیگه نداریم. ما تحلیل کردیم، بررسی کردیم به همراه با کشورهای ازبکستان و ترکمنستان. ما بازم اینمی مسیری که قبلا بود از پاکستان اونمی مسیر گرفتیم و همیش گفته شده که به نام پاکستان صادر میشه. یکی از دوستای ما واقعا برای گمرکات بیرونی، البته حتی تا حد مدارک نوشته میشه که ساخت پاکستان است، چرا که ما مالای خود از طریق پاکستان، از کشور پاکستان صادر میکنیم. بله. نمیشه که ما از پاکستان صادر بکنیم باز ساخت افغانستان در اونجا مدارک نوشته کنیم، باز در اونجا بر ما جنجال برانگیز است. از همه خاطر ما تا حد مدارک نوشته میکنیم و مجبور هستیم و از طریق پاکستان هم صادر شود. فرض مثال ما از خود یک شپمنت داشتیم برای کشور اتریش، ما او را از طریق پاکستان صادر کردیم، نتونستیم از طریق افغانستان صادر بکنیم، به خاطر که آله اینمی مال خودم از طریق پاکستان رفت، اما مشتری که این مال گرفته او میفهمه که این مال افغانستان است. آها. مشخص است از راه پاکستان و راه ازبکستان و راه، هیچ مشکلی نیست. بر شما فرق نداره، اما به دست مشتری که رسید میگه از افغانستان زیبا است. بله، حتی اما مشتری های پرچونم که خریدار میکنه، اینا میفهمن که تولید و کار افغانستان است، هیچ مشکلی نیست. اونا درک میکنه که افغانستان همش یک مشکلات دچار است. حال فعلا پروازها بند است، ما در بخش صادرات خیلی مشکلات هست، بازم اونا مسیر پاکستان برای ما خوب است. فرمایش ها از کجا بیشتر است؟ آمریکا، اروپا، سایر کشورهای دیگه، آسیای میانه، و چیز بیشتر میپذیرن و چیز بیشتر فرمایش میدن؟ بیشترین صادرات و مشتریای ما در کشور امریکا است و در دوم کشورهای اروپایی است، بعدا استرالیا و روسیه و چین. در این کشورها بیشتر فرمایش
سفارش و آدر داریم و میخرن خریدار و مشتری خوب در کشور داریم. بسیار خوب. چند تا نمونه هایی را که شما آوردین، من فکر میکنم بالاترین با کیفیت ترین قالین شاید همین قالین جان آقچه باشه. بله، این همین قالین را که میبینین به نام از قالین های سنتی است، تارشان بلژیک است. ای لوکی مگر چالامه میگه و این همین گله میشه که ببینین چرقم ضریب کار شده، ای پینجا پینجاست و نقشه بخارایی هستی. خیره به نام بخارایی هست؟ نقشه بخارایی است. باز اون قالین که است و نقشه سارک است، او تار دستی است و اونمو یک مرد نوز که خودتز میگم ما مردم اونمو را اونمو دیگه ایش که در گلمش بله. جور شده این خودتز است، به نام خودتز و او تار دستی است. رنگش هم رنگ چوبی و رنگ. مکس است به امرای رنگ های پودره میگم آمیانه، یعنی که به امرای رنگ های کمیکل مکس است رنگ از و چی یک رنگ مقبول داره؟ قالین پایانی واقعا زیبا است. این دست بافت هموطنان عزیز ما در ولایت های سمت شمال است، البته فاریاب. ای از جوزجان است، ای از فاریاب است. قالین سرخ که شما میبینین از فاریاب است و قالین پایانی هم از جوزجان است. اینا فتر فی متر مربعش چند قیمت داره؟ ای 200 دلار است فی متر مربع و ای 120 دلار است. خب ای یک ذره دبل بافت است، کوالتیش اما کیفیتش به خیلی ظریف است. 50-50 قالین هایی که ظریف می باشه 50-50 می باشه، اینا نقش هم بلند است. بله. قالین های ابریشم چطور؟ عالم تولید است در افغانستان؟ قالین های ابریشم آزاد کسی که به بازار عرضه بکنه بافت نمی کنن، ولی کسی که فرمایش یا سفارش از طرف مشتری داشته باشه در او صورت بافت می کنه، ولی کم رنگ شده در این آخر. اینجا می یک دانه جای نماز داریم، این هم سفارش کشورهای اسلامی است یا ایست که فقط یک نمونه ای کار است؟ ای را آزاد کار میکنم و مارکت های آزاد البته داخلی در پاکستان در کشورهای اسلامی اینا خریدار داره و هم ظریف است، بافت آقچه است، 50-50 است، البته تارش هم تار بلژیک است، بیخی ظریف است. و چند تا قالینچه هایی که من اینجا میبینم اینا کل شماره زدگی هست. این کتلاک هایی هست که در مورد از این میشه بگین که کتلاک چقدر کمک میکنه به مشتری که بتونن از این آدرس قالین خود فرمایش بده؟ بله، بیشترین تولید کننده و صادر کننده های آل اکنون از سفارش و از فرمایشات مشتری ها کار میگیرن و کار میکنن و اینا به نام کلر بلنکرس است که ما سمپل های تارای ماست که این در چی آبی اون امور رنگ را داریم، در سبز اون رنگ را داریم، در زردی در سرخ این رنگ را داریم، یعنی که اینا را از ما مشتری میخواه که شما کدام نوع تار دارین که باز از مطابق اینمی این به دست ما هم است، در شرکت ما می باشه، باز در دست مشتری هم می باشه. باز این را مشتری از روی از این فرمایش و سفارش میده که این نمبر 315 را به نقشه نمبر ای فلانی و اینمی جای تو باید کار بگیری از این. از اونجا بر ما سفارش میتن، طبق از او باز ما یک را قالین جور میکنم برشان روان میکنم. بیشترین رنگ ها که زیاد توجه را جلب میکنه و زیادتر مشتری ها او رنگ انتخاب میکنه کدام رنگ است در بین این؟ فعلا خو تقریبا 2-3 سال شده که رنگ های فولادی میگم در فارسی، ولی در انگلیسی گری است. بله. گری و آبی در بازار حال بسیار رواج شده. بله، فروشاتش خیلی خوبش است و تقاضایش هم خیلی زیاد است. چطور از در این شرایط امروزی بافتن قالین در سایر ولایت های شمال و امکاناتشان چطور است؟ مواد در دسترس دارن یا امکانات خوبی را میتونن که فراهم بکنن بر خود یا خیر؟ کرونا بسیار چیزهای ما را حتی کرایه ای که انتقال میتیم مواد خام از بیرون تقریبا اما پشمه که ما به استفاده میکنیم تقریبا 60% از بیرون از کشور عربستان و عراق اما کشورهای عربی وارد میکنیم. قیمت شده واقعا، اما تولیدی که پشم افغانستان هم است در منطقه های غزنی و قندهار و هیراد پشمای خیلی خوب و سفید داریم، اینا هم قیمت شده نظر به سال گذشته.
تقریبا 100% قیمت شده. یعنی که سال قبل ما 1 کیلو پشم خام البته ناشست است او را می خریدیم به 70 افغانی، اکنون این سال است به 155 افغانی است. دو برابر شده به خاطر که اما پشمایی که قبلا از سعودی وارد میکردیم یک کانتینر پشم تا برد کراچی $3,000 $3,000 مصرف انتقالش بود، اکنون 20,000 21,000 انتقالش است. از همین خاطر مواد از این دو چند قیمت شده و رنگی که به استفاده میکنیم و همون کمیکلی که به نام تیزاب است و دیگه رنگایی که ما نیاز داریم بر از اونا دو چند قیمت شده، ولی در بیرون قیمت نشده. در کشورهایی که ما اینا را میفروشیم اونا چی داره که دلیل بر ما میگن که در اونجا شاهد کرونا بودن 2 سال 3 سال در اونجا، از همه خاطر بعضی مشتری ها توان خرید از زیره ندارن. از همه خاطر اینا میگه که ما اما قیمتش زیاد کرده نمیتونیم. در قبال از این ما اینمی ماله که انتقال میتیم کرای از این خیلی بیشتر زیادتر شده. ما سابق از دهلیزای هوایی به اروپا که به کشورهای اروپا 1.56 سنت یک متر قالین ما میرسید، اکنون که ما از طریق پروازها روان بکنیم در حدود $36 فی مترش هزینه برمیداره، هزینه بالاست. انتقال بله، باز اینمی هزینهش مشتری ها میپردازه، باز اونا قبول نداره که قیمتش بالا بکنه. از طرف دیگه از یک طرف که کرونا اجازه نمیده که فروش هاشان کم، از یک طرف هزینه انتقال از خیلی بیشتر شده. فرمایشات فردی چقدر زیاد است؟ فرمایش های تجاری شرکتی چقدر زیاد است؟ فرمایشات فردی البته هدفتان اما مارکت داخلی است؟ مارکت داخلی یا بیرونی؟ خیلی مشتری فردی هم دارین که فرمایش میتن به اکثریت چون مشتری فردی هستن خیلی اینا رو فردی میگیم، به خاطر که هر مشتری که است و خواه عمده پروش است یا پارچون پروش است به همراه کسی در اینجا تولید کننده ها در ارتباط هستن، اونا سفارشاتشان رو میتن به همراه اونا چندین سال است کار میکنه و سفارش میتن. در گذشته هم چه مشکلات را که داشتین که از طریق پاکستان 90% گفتین ما صادر میکردیم، حالا همه این مشکلات است، این مشکلات هنوز مرفوع نشده؟ بله، ما در قبل از تعاملات خود تقریبا 70% 65% ما از طریق پاکستان صادر میشد، اکنون ببینین اکنون ما 90% ما از طریق پاکستان صادر میشه، اما پروازها که بود ما از طریق پروازها صادر میکردیم اینمی بند شده، حالا ما از طریق پروازها صادر کنه نمیتونیم، از هم خاطر زیاد بلکه بیشتر شده. خواستان چی هست که چی کار باید شود از دید شما به عنوان از اینکه بزرگترین صادر کننده قالین در افغانستان هستین، راه های جدید را شما هم جستجو کردین؟ به عنوان آخر سوال میشه که ایرم از امارت اسلامی افغانستان هم و گپ شما را هم داشته باشم. تشکر. ما شاهد سالهای گذشته 2 سال پسین خشک سالی بود. بله. زیادترین در مناطقی که اینمی قالین بافته میشه زیادتر مردمایی که در زراعت مصروف کار بودن اونا هم آمدن با قالین بافی. بله. از همه خاطر تولید قالین خیلی بیشتر شده در این 2 سال اخیر. ما بعد از کرونا 3 سال میشه که بازاریابی بین المللی کرده نتانستیم. نتانستیم. یعنی که نمایشگاه های بین المللی که در کشورهای ایتالیا و اروپا و امریکا و چین برگزار میشد نشد، از معطل شده از خاطر این کرونا. امید است که در جنوری در شهر آنوبر کشور آلمان و در میلان ایتالیا در سپتامبر در اونجا نمایش بین المللی داریم. ما در تلاش هستیم که در این اشتراک کرده بتانیم، به خاطر که ما نیاز داریم، تولید ما زیاد است، بازاریابی ما نداریم. شما خب میفهمین که تقریبا 90% فروشات ما صادر میشه بیرونی. بله. است، یعنی که مارکت داخلی ما کمرنگ است که تقریبا 5% در مارکت داخلی ما فروشات داریم دیگه، متبقیشان کلشان بیرون میره صادرات میکنیم. از هم خاطر برای ما خیلی جدی نیاز است که باید در هر نقاط جهان نمایشگاه های بین المللی برگزار شوه، ما باید اشتراک کرده بتانیم، بر ما ویزه داده شوه و از طرف دیگه باشه پروازهای هوایی باز شوه که ما از طریق پروازها مالای خود انتقال داده بتانیم، و تا پاکستان هم که مال ما روان میکنیم برسه تقریبا
15 روز 20 روز یک ماه حتی وقت میگیره تا رسیدن پاکستان هم خیلی جنجال برانگیز یک مسیری است. از طرف دیگه تقریبا یک ماه میشه که بانک غضنفر با ما همکار میکنه و وعده سپرده که اما پولایی که ما فروشات میکنیم صادرات میکنیم اونا رو بر ما بتن و میتنم. بعضی از شرکت ها به همراه غضنفر بانک کارایشان شروع کردن، خوب است. در پیش از این سیستم نبود، سیستم بانکی هم یک چالش بر سکتور قالین بود. بله، به امید پیشرفتتان هستیم. موفق باشین. سلامت باشین. تشکر از شما. ممنونتان. سپاس از شما عزیزایی که بیننده برنامه صبح زندگی بودین. الحاج نور احمد نوری، رئیس اتحادیه مولدین و صادرکنندگان قالین افغانستان، که واقعا قالین‌های خیلی زیبا و دستبافت افغانستان و به امید پیشرفت صادراتشان هم هستیم. نمیفهم که آقای نوری کنم قالین هم اینجا بر ما میگذاره یا همش دوباره میبره، چون قالین‌های خیلی زیبا بوده و خب خیلی قیمت و ارزش خیلی بالایی داره. به سلامتیشان هستیم. از شما هم تشکر که بیننده برنامه صبح زندگی هستین. ما را همراه باشین. فعلا هم بسیم علوتی در رابطه با خلاقیت است که میبینیم و برمیگردیم.